طرح گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. بشیر احمد قاسانی در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: گلبدین حکمتیار گفته است تجربه تلخ دکتر نجیب تکرار نشود. نیروهای امنیتی، اردو و پلیس باید حفظ شوند. ساختار نظام نیز حفظ شود. تنها رهبری حکومت تغییر کند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید تأخیر در خروج نیروهای خارجی از افغانستان نشست استانبول را با خطر روبرو میکند. او امروز شنبه 28 حمل در یک نشست خبری در کابل گفت که تأخیر در خروج آمریکایی ها دلایل سیاسی دارد، نه لوجستیکی. حکمتیار در عین حال افزود که ایالات متحده آمریکا تا کنون دلایل تعویق زمان خروج نیروهایش را توضیح نداده است. او تأکید کرد که این موضوع باید با مردم افغانستان و ویژه طالبان شریک ساخته شود. او در ادامه تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا باید 50% از نیروهایش را در ماه می و 50% دیگرش را در ماه سپتامبر خارج کند و متحد شود که دیگر در امور افغانستان دخالت نکند. با گفته حکمتیار، حضور نیروهای خارجی پس از ماه می نقض توافقنامه دوحه است و فضای بی‌اعتمادی را بین ایالات متحده آمریکا و طالبان ایجاد کرده است. رهبر حزب اسلامی علاوه کرد که تأخیر در خروج نیروهای خارجی نشست صلح استانبول را با خطر مواجه می کند. او از طالبان هم خواست که مذاکرات با طرح افغانی را تحت هیچ شرایط قطع نکنند و تلاش هایشان را برای دست یافتن به صلح ادامه دهند. بر اساس تصمیم تازه ایالات متحده آمریکا، قرار است نیروهای این کشور همزمان با سایر نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند. این در حال است که مطابق توافقنامه دوحه، نیروهای خارجی باید تا کمتر از 15 روز دیگر افغانستان را ترک می کردند. طالبان حضور نیروهای خارجی پس از ماه می را سرپیچی آشکار ایالات متحده آمریکا از توافق دوحه خوانده و نسبت به پیامدهای آن هشدار دادند. این گروه همچنین گفته است تا زمانی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند، در هیچ نشستی که در مورد صلح افغانستان باشد اشتراک نخواهند کرد. طالبان در حال این تصمیم را گرفتند که ترکیه میگوید قرار است نشست صلح افغانستان در 24 اپریل در شهر استانبول برگزار شود. طبق گزارش ها قرار بود این نشست به تاریخ 16 اپریل برگزار شود، اما به دلیل عدم آمادگی طالبان این نشست به تأخیر افتاده است. مقام های دولت افغانستان نشست استانبول را مهم می دانند. اصوی هم سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که برای خروج مسئول همه سربازان خارجی از افغانستان شاید شمار این نیروها افزایش یابد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز جمعه 27 حمل در یک نشست خبری گفت که ممکن است برای یک مدت کوتاه نیروهای محافظتی به افغانستان اعزام شود تا خروج نیروهای خارجی به صورت مسئول و منظم انجام شود. بر اساس تصمیم تازه آمریکا، قرار است نیروهای این کشور همزمان با سایر نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر سال جاری افغانستان را ترک کنند. این در حالی است که مطابق توافق دوحه، نیروهای خارجی باید تا کمتر از 15 روز دیگر افغانستان را ترک می‌کردند. طالبان حضور نیروهای خارجی پس از ماه می را سرپیچی آشکار آمریکا از توافق دوحه خوانده و نسبت به پیامدهای آن هشدار دادند. سخنگوی پنتاگون در مورد این هشدار گفته است که
جدی نگرفتن آن به احتیاطی است. طالبان تأخیر در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را سرپیچی علنی از توافقنامه دوحه خوانده و گفتند که با نقض این توافق طالبان اصولاً راه هر گونه اقدام لازم را برای جنگجویان این گروه باز می نماید و مسئولیت آن به دوش آمریکا است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این باره گفته است: ما هشدارهای آنان را دیدیم. این برای ما به احتیاطی خواهد بود تا این هشدارها را جدی نگیریم. برای طالبان هم به احتیاطی خواهد بود تا اظهارات رئیس جمهور و وزیر دفاع را نادیده بگیرند که گفته بودند حمله بر نیروها، متحدین و همکاران ما در جریان خروج جواب قاطعانه خواهد داشت. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید این وزارت در حال حاضر درباره برنامه روابط امنیتی افغانستان و آمریکا در سالهای آینده کار میکند. جان کربی گفته است: ما قصد داریم تا وارد یک رابطه دو جانبه شویم. رابطه نظامی، رابطه که ما با دیگر کشورها داریم. این رابطه حضور نظامی ما در میدان نبرد را در بر نمیگیرد. با استثنای آنچه که برای حمایت از مأموریت دیپلماتیک نیاز باشد. کار در این باره جریان دارد. من نمیتوانم بگویم که نیروهای امنیتی افغان با کدام نوع قرارداد ضرورت دارند. جان کربی افزود که آمریکا با مبارزه خود با تروریسم ادامه خواهد داد تا افغانستان دوباره به پناهگاه حراس افغانان مبدل نشود. در همین حال خامه پرس در یک خبرنامه میگوید: منابع امنیتی در ولایت بلخ میگویند که 9 جنگجوی طالبان به شمول اجمل ماشک مسئول استخبارات طالبان در این ولایت کشته شدند. حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین میگوید که عصر روز پنجشنبه در یک حمله هدفمند و انتقام جویانه قوای هوایی کشور در روستای حسین خیل ولسوالی بلخ، اجمل ماشک مسئول عمومی استخبارات طالبان در ولسوالی بلخ کشته شدند. وی می افزاید که در این رویداد 8 تن دیگر از مهاجمان طالب نیز کشته شده و 5 تن دیگر آنان شدیداً زخم برداشتند و مقدار تجهیزات جنگیشان نابود شده است. با گفته سخنگوی قول اردوی 209 شاهین، اجمل ماشک ضمن اینکه مسئول استخبارات طالبان در بلخ بود، مسئول ترورهای هدفمند منظومین قوای مسلح و کارمندان دولتی نیز بوده است. گفته می شود که او با داشتن چندین گروه ترور در ترور 2 ماه قبل منصوبین طبقه اوناس و ترور دکتر صالح صمیم سرطبیب قول اردوی 209 شاهین نقش محوری داشته است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.